الان گروهایی هم که اونجا به وجود اومدن کار به جای رسیده. الان نظرسنجی ها دارن میگن اگر همین الان از مردم سوریه نظرسنجی بشه که به کی رأی میدید، بشار اسد دوباره رأی میاره. به کار به کجا رسید؟ یعنی انقدر اینا وحشیگری از اینا دیدن کپ کردن مردم از ترس. همون تفکر طالبانیسمه. چقدر اینا درگیری با خودشون داشتن. ارتش آزاد سوریه یه نگاه آزاد و باز داره، اما این النصره ها چی؟ یه نگاه کاملا دوگماتیست و بسته دارن. بارها اینا هم درگیر شدن. این ترکیه متاسفانه وقتی اینا راه داد توی اون منطقه اسکندرون، اینا هتل های رو در اختیارشون قرار دادیم و وهابی های آورد اونجا اسکان داد. همون شب اونجا جنوب ترکیه، جنوب ترکیه به سمت غربش، منطقه خیلی دیگه اوپنه دیگه، رفتارها آنتالیا و اینا همه اونوریه. خب میخوره اون بالا تا استانبول میاد بالا. بعد توی اون هتل عروسی بود و عرق خورده بودن و فلان، اینا پالا اینا تو همون هتل ساکن بود، اینا اسکان دادن که برن جهاد کنن در راه خدا. اومده بودن اول یه شکمسی ترکیه یار کشته بودن، بعد رفته بودن. خب خود اردوغانی که یک روز میگفت ما انصار هستیم که از مهاجران استقبال میکنیم. ببین یعنی اومد چسبون خوش به صدر اسلام، یا با تام پیغمبری دیگه ها. ما انصار هستیم که از مهاجران چیکار میکنیم؟ استقبال میکنیم. آقا کسایی که میخواد بره سوریه بجنگه بیاد اینجا. هم چند وقت پیش گفت ما از شکل گیری یک دولت سلفی در مرزهای ترکیه به جد جلوگیری خواهیم کرد. بابا اینا عقلانیت برایشون حاکم نیست، یه دیوانه، یه مش خلوچه رو جمع کردن اونجا. ناصرالعمر یکی از این مفتیهای مفتی وهابی، مفتی نفتی مفتی وهابی، ایشون همه فتواش تو خبرگزاری ابنا زده بود، فتوا داد رزمندگان ما که دارن اونجا می جنگن اگر دچار فشار جنسی شدن میتونن با خواهران خودشون با محارم خودشون نزدیکی کنن. شما رو به خدا کجای سنت پیامبرم چه چیزیه؟ کدام سنی هم چه چیزی رو قبول داره؟ هر کسی این چیز رو قبول داشته خودم رو کافر میدونمش. کافر به اسلام، کافر به خدا، کافر به رسول الله، کافر به صحابه. کدامی که صحابه پیامبرم چه کاری کردن؟ یکیشونو بیارید. سر ماجرای جهاد نکاح چه فضیحه‌ای به بار اومد در سوریه. همین العریفی ده، اینا خوبه بدونید عزیزان، برادران شیعه و سنی بتونید اینترنت بزنید، از سوره تفاح، سوره سیب، ایشون در دانشگاه داره سخنرانی میکنه پشت تریبون، میگه سوره جدیدم من براتون بخونم، از سوره تفاح ذهب علیان الی سوق، شروع میکنه با همون لحن چی هم میخونه یه سوره جدید میتراشه، همه میزن زیر خنده، همه وهابی سیبیل به سیبیل نشستن، اونطور سنو سیبیل ندارن نشستن کنار همدیگه. خب کدوم اهل سنت اینو قبول داره؟ کدوم مسلمان اینو قبول؟ اینو مسلمان نیستن. ببین اینا صهیونیستای امت رسول الله هست. ما هم در میان یهودیان صهیونیست به وجود اومد، درسته یهودیان صهیونیست، ما همه یهودیان بد نمیدونیم که. خود آیه قرآن میگه این یهودی ها بعضی هاشون هستن نماز شب میخونن تا صبح برای خدا گریه میکنن، ما به اونا مشکلی نداریم، تو کشور خودمون هم هستن، نمایندم دارن تو مجلس هم. یه دنشون صهیونیست. تو مسیحی ها یه دنشون چی؟ صهیونیست تحت عنوان نیو انجیلی ها، ایونجیلیست ها، که 25% جمعیت امریکا رو تشکیل میدن. خیلی فاجعه است. 70% ایالات، 25% میشه 70 میلیون تقریبا، 70-80 میلیون جمعیت ایالات متحده امریکا اینا ایونجیلیستن که همینا هی امریکا رو میشورونن در دفاع از اسرائیل و فلان. در امت رسول خدا هم این وهابی به وجود اومد. خیلی جالبه فتاوا اینا رو برید ببینید چی میگن. تو فتاواشون میگن یهودیان دوستان ما هستن، شیعیان چی؟ دشمنان ذاتی ما هستن، ما باید شیعه بکشیم، یهودی با ما دوستن. یکی از همین مفتیاشون بود تماس گرفت با شبکه دوی رژیم صهیونیستی. من توی سخنرانی که تو محلاتی داشتم فیلمشو پخش کردم، شما تو یوتیوب بزنید مصاحبه مفتی وهابی با شبکه دوی رژیم صهیونیستی، رسما ایشون برگشت گفتش که لیس اسرائیل ادوان الحقیقی، ما اصلا اسرائیل دشمن اصلی ما نیست، ما به اسرائیل قول میدیم که اگر اینجا حکومت تشکیل دادیم با شما کاری نداشته باشیم، تعهد میدیم
فتوا دادن، گفتن پیامبر در مدینه با یهودیان خرید و فروش داشته، فلزا ما با اسرائیل باید رابطه تجاری داشته باشیم. بابا پیامبر با یهودیا رابطه اقتصادی داشته، نه با صهیونیستا. پیامبر اخراج کرد بنی قریظه و بنی نظیر و بنی قینقاع، چون صهیونیست بودن، چون میدونستن یعرفونه کما یعرفون ابناهم، یه جوری پیامبر شناختن که مادر بچه‌شو میشناسه. اونطور نپذیرفتنش، گفتن چون فرزند اسماعیل هستی، نجات پرست اینا، اگر فرزند اسحاق می بودی تو را می پذیرفتیم، اگر از بنی اسرائیل می بودی تو را می پذیرفتیم، ما قرآن تو را قبول نداریم چون جبرئیل آن را بر تو وحی کرده است و جبرئیل دشمن ماست، چون همیشه جبرئیل بر موسی آیه های و وحی جنگ می آورد، اما میکائیل خوب بود، میکائیل خوب بود، این بخور بخورا اینا میکائیل می آورد، جبرئیل هم این مزخرفات چیه؟ اصلا حضرت موسی چیه؟ کلیم اللهه. قرآن نه، قرآن میگه اونایی که میگن جبرئیل دشمن خداست، همه اینا تو قرآنه. اینو نگاه بکنه، این تفکره، یعنی این سلفیان صهیونیستای امت رسول خدا. حالا چه برنامه این آخر الزمانی وجود داره؟ اینو خوب دقت بکنید. سه تا نقطه استراتژیک تو خاورمیانه هست، یکی در عربستان، یکی در فلسطین و دیگری در عراق، که هر کسی این مثلث رو به دست بیاره، یعنی این سه گوشه مثلث رو به تبع اون ازلا اینو به دست بیاره، حاکم منطقه‌ای میشه که قلب جهانه. نه، انرژی دنیا اونجاست، تمدن از اونجا بلند شده، ادیان الهی از اونجا برخواسته، همه دعواها سر اونجاست. مسجد الاقصا، مسجد الحرام و مسجد کوفه. در نامه‌ریزی که صهیونیستا کردن، گفتن هر کدام از ما صهیونیستایی که تو این ادیان ابراهیمی رفتیم تو این نفوذ کردیم، هر کدام یکی از اینا رو بگیره. سلفی ها مسجد الحرام رو بگیرن که گرفتن، صهیونیستای مسیحی، صهیونیستای مسلمان، سلفی ها، مثلث صلیب، صهیون، سلفی، اینا برن مسجد الحرام رو بگیرن، ما خودمون صهیونیستای یهودی مسجد الاقصا رو بگیریم، صلیبی ها ایونجلیست ها مسجد چی رو بگیرن؟ کوفه رو بگیرن، که در قالب حمله امریکا به عراق نشون داد خودشون. گفتن دعوای آخر الزمان سر این سه تا مسجده. مهدی از مسجد الحرام قیام میکنه، در مسجد کوفه حکومت تشکیل میده. میدونید که محل حکومت آقا صاحب زمان کجاست؟ مسجد کوفه. محل زندگی حضرت مسجد سهل است. و در بیت المقدس آخرین جبهه شیطان شکست میخوره و سفیانی اونجا، میدونید که سفیانی وقتی عقب میکشه بین مکه و مدینه دوچار خصف در بیدا میشه، عقب میکشه میره توی بیت المقدس و سپاه آقا صاحب الزمان میره به فرماندهی در برخی روایات داریم حضرت عیسی علیه السلام، در اونجا اینا رو شکست میده و تمام میشه ماجرا. این سه تا باید حفظ بشه. ببین چقدر دقیق برنامه‌ریزی کردم. منتها بعد از سال 2000 ورق برگشت. من اعتقاد دارم بعد از سال 2000 ورق به نفع جبهه خیر در جهان برگشته. هر فتنه تو دنیا اتفاق افتاده، تهش به نفع چی شده؟ مسلمان‌ها شده. اومدن تو عراق حمله کردن، نتونستن بمونن، عراق رو دو دستی تحویل ایران دادن. دو دستی، حقیقتی. تا جایی که برخی از این صهیونیست ها میگفتن، به شوخی میگفتن که ما فکر میکنیم این جورج بوش جاسوس ایران بوده، اومده اینجا رئیس جمهور شده، چون از این بهتر نمیشد که ما یه دشمن هر لحظه میتونستیم آنتریکش کنیم، حمله کنیم بیرون مثل صدام، و ما خودمون برای اینا حسب بکنیم و اینا یه حکومت شیعی تشکیل بدن. خب الان عراق اینجاست، اوضاع عربستان جدن خرابه، جدن خرابه. چرا؟ چون الان ملک عبدالله ملعون این 89 سالشه، 90ه، 6 تا پزشک هر جا میره باهاش میرن، هر جا میره باهاش میرن که هر لحظه اینو مداواش بکنن. الان دعوای بین شاهزاده ها شروع شده، الان دعواست که بعد از او کی پادشاه بشه. برخی میگن متعب ابن عبدالله ابن عبدالعزیز این پسر این، حالا افرادی که بعضی خانواده صدیری غیر صدیری و دعوا جدی در گرفته. تو روایات ظهور هم داریم که بعد در اون آل فلان که شکل قدرت میگیرن در حجاز، وقتی از آخرین پادشاهشون میمیره، دیگه سر هیچ حکومت اینا
اجماع نمیکنن. حکومت ها میشه چند روزه و چند ماهه، 4 روز اینه اونو میکشن. که الان هم تروراشون شروع شده، اخبار دقت بفرمایید میگه فلان پادشاه فلان شاهزاده بر اساس سکته قلبی درگذشت، اینا میکشنشون. دارن دونه دونه اون کسایی که میتونن گزینه باشن دارن حذف میکنن. عربستان اوضاعش واقعا خرابه، انبار باروته. خب اون طرف هم اسرائیل دور تا دورش مسلمان. راهکار چیه؟ اینا اومدن. حالا آیه قرآنش رو براتون بخونم، عشق بکنید. ببینید همین قرآن اشاره کرده واقعا عشق هم داره. چرا؟ چون کلام الله و تفسیر هم نداره، شیعه و سنی میتونن قبولش کنن. چرا؟ چون معنی هست خیلی واضح. یا ایها الذین آمنوا، آیا کسایی که ایمان آوردید با کی داره صحبت میکنه؟ با کسایی که خوششون مثلا ایمان دارن به اسلام دیگه. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. میگه چه کسایی رو اولیاء خودتون نگیرید؟ دو دسته رو، یک اهل کتاب رو یعنی یهودی و مسیحی ها، دو کفار رو. ما سوالی که میپرسیم از عربستان و قطر، میگیم به ما بگید این امریکایی که اینجوری واسش دلار راست میشید، اگر همون امریکایی نیستش که سام باسیل سازنده فیلم موهن رو براش محافظ گذاشته؟ قشنگ میگه اتقید دین کن حضوا و لعبا، دینتون چی گرفتن؟ بازیچه و شوخی گرفتن. به من بگید این انگلیسی که براش اینجوری دلار راست میشی و جالبه در کنار تو داره تو سوریه میجنگه، یعنی امریکا و انگلیس کنار توی عربستان و قطر دارن میجنگن، خیلی جالبه. این همون انگلیسی نیستش که محافظ گذاشته برای سلمان رشدی که کتاب نوشت علیه پیامبر، رمان نوشت آیات شیطانی؟ پاسخ بدید. شما اینا رفیق گرفتید و سرپرست خودتون گرفتید. میدونید آیه قبل این چیه؟ دو تا آیه قبل این اینه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. میگه ولایت اینه، منتها میخواد براتون پیش بینی کنم من خدا، شما میرید به این بر، شما میرید به این بر. مگه قرآن نگفت لا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا؟ بیشک دشمن ترین افراد نسبت به مؤمنان را یهودیان خواهی یافت. ها کجاست دشمن ترین؟ بعد تو اومدی گفتی دشمن ترین یهود نیست، کیه؟ شیعه است. این با این آیه قرآن چجوری ماسمالش میکنی؟ چطور میتونی جواب اینو بدی؟ اینا تفسیر منه، ظاهر آیه است، ظاهر آیه است. اینا اومدن گفتن چیکار میکنی؟ ما اون دوتا یعنی صلیبیون و صهیون، صلیب صهیون سلفی، گفتن میایم از این سلفی احمق استفاده میکنیم هر جا مورد آسیب قرار گرفتیم. مسجد کوفه رو از دست دادن، سلفی ها رو شوروندن تو عراق، بمبگذاری بمبگذاری بمبگذاری، که هیچگاه اونجا یک حکومت قدرتمند سر کار نیاد. از این طرف مسجد الاقصا در خطره، دور تا دور مسلمان ها دارن میجوشن. دوبار میدونید مسلمان ها اهل سنت دوبار حمله کردن، از مرزهای اسرائیل برن به سمت بیت المقدس، که سریع چیکار کردن؟ اینا کشتار کردن و بلافاصله این فیلم چیزو ساختن. چه دنیای جنگ زده، چه که زامبی ها حمله میکنن دیوارهای حائل رو نشون میده. خب اومدن این فیلمو ساختن که بگن اینا همون زامبیان، دیوارهای حائل هم برای اینه. بعد راهکار چی بود؟ گفتن بیایم از همین سلفی ها از ذل استفون بیایم اینجا استفاده کنیم، اینا رو بیاریم حائل بین خودمون اینا قرار بدیم، و موفق شدن. راهکار این نیستش که او فوش میده تو هم فوش بدی، او میکشه تو هم بکشی. راهکار آگاه کردنه، چون ولو تو یه دونه بکشی، به خاطر قدرت عجیب رسانه‌ای که اونا دارن، یه دونه کشته که تو بکشی صد برابر نشون میدن، انگار صد تا کشتی. و به خاطر ضعف رسانه‌ای که ما داریم، بخشش به خاطر بی‌عرضگی خودمونه و بخشش هم به خاطر اینکه اجازه بهمون نمیدن، پرسیوی رو حذف کردن، العالم رو حذف کردن، المنا رو حذف کردن، اجازه نمیدن حتی حرف بزنین. حقوق بشر اینا شر و بره، چرت و پرت، اصلا ذره اهمیت به اینا، مزخرفاته. شما حق داره همه چیز زیر سوال ببری، خدا و پیغمبر همه دار و نداره، همه اعتقاد، آقا احترام به عقاید مردم. بابا به عقیده 1.5 میلیارد مسلمان توهین کردیم بابا، میگن نه آزادی اندیشه بوده. اینجا نمیتونی شما حرف بزنی.
خرمالت میکنن، سری حذفت میکنن، نمیتونی. و این زعفر است، تو 100 تا کشته جنایت اونا رو یه دونه هم نمیتونی نشون بدی. راهکار آگاه کردن مردمه، و کسی که باید علمو برداره این کارو بکنه خود برادران اهل سنتونه، قبل از شیعیان. یعنی بیان اعلام براءت بکنن، میگن ما از اینا جداییم، ما مذهبمون اندیشه توشه، فقه توشه، تفکر توشه، ما با این خلوچلا یکی نیستیم، ما با اینا متفاوتیم. ابو حنیفه میگه ای اثبات اینکه یک نفر کافر بشه بسیار سخته، یعنی به سادگی نمیتونی نفر کافر اعلام بکنی. خب 60% اهل سنت دنیا حنفی هن. چرا اینجا ماجرا عوض میشه در مورد این وهابی ها؟ اینا خود ابو حنیفه و مالک و خدمت شما عرض کنم امام شافعی و احمد ابن حنبل هم قبول ندارن. میگه اینا 4 تا فقیه بودن برای خودشون، مستقیم که به پیغمبر وصل نبودن که، اینا پیغمبر هیچ کنون درک که نکردن که، همزمان امام صادق هم تقریبا، اینا درک نکردن پیغمبر مستقیم، اینا 4 تا فقیه هم، ما هم فقیه داریم. اینجوری نگاهشون. داستان سر همین 3 نقطه استراتژیکه و دعوای آخر الزمان هم همینجاست. و جالب سفیانی که اندیشش به همین سلفی ها بسیار شبیهه. میدونید دیگه تو نبرد القصیر تو سنگرهای اینا جزواتی پیدا شد بسیار عجیب، جزواتی که داشتن برای اینا یه سری مسائل رو جا میناختن تو ذهن معیوب اینا، که چی؟ آقا ما باید شرایط رو برای ظهور معاویه ثانی فراهم کنیم. معاویه ثانی دیگه کیه بابا؟ تو کدوم روایت؟ یه دونه روایت برای من بیارید ولو ضعیف، ولو ضعیف مرسل، اصلا یه روایت بیارید یه حرف گفته شد قال ایکس بیارید و قبول بکنم، ولو ضعیف، که آقا معاویه ثانی اومد بیاریم سر کار و در شهر دمشق مسجدی خواهیم، مجسمه خواهیم ساخت از امیرالمومنین یزید ابن معاویه، اونا میگن، در حالی که در دست راست سر حسین ابن علی را داره. خب اینا فرزندان ابو سفیان نیستن، فرزندان معاویه نیستن. اینجا اون تفاوت آشکار میشه. حالا فهمیدید حسین چه میکنه؟ برای همیشه حق و باطل از هم جدا میکنه. شما در این مسیر دنیا داره به سمت، خیلی زیبا ناراحت نباشید، دنیا داره به سمت غربال شدن میره، داره کار به یه جایی میرسه که باید رو بشن همه، لتو غربلون نغربلتن لتو بلبلون نبلبلتن، باید رو بشه، نگران نباشید، اینا فتنه های خداست، باید حجت تمام بشه تا حضرت حجت بیاد، باید حجت قبلش تمام بشه، باید رو بشه، یه جا برسی، یه جا گیر بکنی، یا بگی حسین علیه السلام یا بگی یزید، باید رو بشه دنیا، وگرنه حق و باطل با هم آمیخته باشن. و چه کسی و چه جریانی بیش از همه و هر کسی و هر زمانی و هر مکانی حق و باطل رو تا ابد از هم جدا کرد؟ عاشورا. وقایعی که در سوریه داره اتفاق میفته به خدا قسم اثبات کرد که عاشورا تمام صحنه هاش حقیقی بوده. شاید اگر یک کسی روزی به حضرت رقیه و جریان شک میکرد، امروز با آن بلایی که سر آن بچه دختر بچه 3 ساله و اینکه سر پدرش رو جلو چشش بریدن جلوش آوردن گذاشتن، کسی دیگه شک نکنه، بگه اینا شدنیه، انه کائن، بله اون شدنیه. آقا میشه بیان پیکر یک نفر بی احترامی بکنن و فلان؟ برای در حمله همین وهابی‌ها به شیخ حسن شهاته در مصر دیدیم که 3000 نفر حمله کردن به یه خونه، 3000 نفر، و بدن آوردن بیرون، زیر مشت و لگد گرفتن، هر که هرچی داشت میزد، اونی که سنگ دستش بود سنگ میزد، اونی که با لنگ کفش میزد، اونی که لگد میزد، اونی که با موتورش از روی بدن رد شد با موتورش هر... میشه آقا شده بوده از تاختن اینا واقعیه؟ بله عزیزم، باید حجت رو خدا تمام کنه. و بعد تناب انداختن دور گردنش تو خیابونای مصر میکشیدن، بسته بودنش به موتور و ماشین تو خیابون میکشیدن بدنش. نعم انه کائن، بله آن شده نیست.
این وقایع داره نشون میده، داره رو میشه عزیزم، داره رو میشه، داره رو میشه. سفیانی داره خوش نشون میده اندیشه‌شو. ها الان میدونید یک گروه جدیدی در سوریه داره آرام آرام قدرت میگیره، داره همه رو میزنه کنار، خلافت اسلامی شام و عراق. اینا میگن ما یک کشور میخوان تشکیل بدیم بر مبنای تفکر وهابیت. خب و این کشور ما اول سوریه است، بعد میریم سراغ لبنان که احمد الاسیر اونجا علم کردن، و حزب الله لبنان که روزی تنها علم دنیای اسلام جلوی اسرائیل بود، امروز درگیر کیا شده؟ ببین چجوری اسرائیل و نقششون رو دارن بازی میکنن. خود دل بدید، حزب الله لبنان در نبرد 33 روزه 47 شهید بیشتر نداد با اسرائیل. در نبرد در نبردهای القصر نزدیک 270 تا شهید داد. 270 تا شهید داد. ببین دارم بازی رو میندازم، ببین خودم یه با هم دعوا کنیم، من بغل بایستم نگاه کنم. برنده و پیروز این جریان اونی که نشسته نگاه میکنه تو اسرائیل دیگه. سنی شو گفتم جون ها اونم وایساد پشت نگاه کن، در حالی که این دوتا با هم باید پدر اونو در میاد. میگه بعد از این عبارتشونه، بعد از اینکه فتح شامات کردیم، شام شامل سوریه، فلسطین، لبنان، این کشورها میشه، بعد میایم به سمت عراق که همین الان تحرکاتشون در استانهای الانبار، صلاح الدین اینا شروع کردن، بمب‌گذاری که روز به روز دارن میکنن. این شیعه دیگه داره میخواد به مرز انفجار برسه، میان طرف خون داده عزیزان من. شما حرف میزنیم ندیدید تکه های عزیز آدمو بیارن براش به عنوان یه جنازه، یه تیکه گوش برن بگن همین برادرته، این پدرته، این مادرته، بیور دفنش کن. بعد میدونی چی میگن اینا؟ میگن بعدش ما باید بیم به سمت ایران. این عبارت های مصاحبه ای که رهبر اینا کرده بود با یکی از این شبکه ها تو اینترنت هست، بعدش ما باید بیم سراغ ایران. چقدر جالب سپاه. من نمیگم اینا سفیانیان ها، نه، خواهیم نزج و نما گرفتن و نمو کردن تفکر ابو سفیانی داره توی شامات خوش نشون میده. عزیزم آخر زمانه، به جنبیم شاید خیلی اتفاقات رو به چشم ببینیم، اتفاقاتی رو که پیامبران الهی آرزوی دیدنش رو داشتن، و عرصه تنگ خواهد شد بر آیه قرآن بعد از آیه ولایت امیرالمومنین و اون آیه که میگه ولایت یهود رو میپذیرید، بینشون میگه آری اینان، اونایی که انما ولیکم الله و رسولی رو بپذیرن، آری اینان حزب الله هستند و همانا اینان غالب خواهند شد. این وعده من خداست. این که میگن آینده از آن حزب الله هست میگفتن، همه آیه قرآنه، حزب الله هم الغالبون، این همون آیه قرآنه. و این باید همین هم باید یه چیز بشن، یه قربالی بشن، اینجوری نی، باید دونه درشتا و دونه ریزا از هم جدا بشن. فتنه های آخر الزمان اینجوریه. و عزیزانی که تو این راه دارن میرن، میدونی دیگه عراقی ها زودتر شروع کردن از همه این جریان. اشایر عراقی خیلی مردن، خیلی هم مردونه میجنگن. رفتن خدمت مراجع رسیدن گفتن ما دیگه غیرتمون تحمل نمی کنه که بخوان اینا سمت حرم حضرت زینب سلام الله علیها بیان، ما غیرتمون قبول نمی کنه، ما فتما میخوایم. سکوت پاسخ اینها بود. اونا گفتن همین سکوت هم بر ما بس، همین سکوت هم برای ما بس. و رفتن اونجا، این اول گردان حضرت عباس، چه زیبا هم انتخاب کردن این اسم رو، اول گردان حضرت عباس شد، بعد شد تیپ حضرت عباس، بعد از این بر اون بر دنیا همه خودشون رو رسوندن. ها رفتن اونجا. ببین ما یک حرم هم در مصر داریم منتسب به حضرت زینب سلام الله علیها. یعنی یه بنده خدایی داشت تحقیق میکرد از علما که کدام یکی اینا درسته. اون حرمی هم که در مصر هم هست خیلی قویه ها، سندن قویه، داشت این تحقیق میکرد. شب حضرت زینب در خواب دید که حضرت زینب بهش گفت حالا دو جا دارن منو زیارت میکنن، به تو چه؟ ها ما بحثمون دیوار نیست، به خدا قسم بحثمون سنگ نیست، بحثمون نمیدونم چی اینا نیست. مگه بگم احمد چرا اینقدر توحید لولشو میارید پایین؟ چطور فکر میکنید مثلا یه نفر مثلا اعلام محبت میکنه از طریق دست کشیدن به یه ظریف، فکر میکنید مثلا یعنی این الان اونو داره میبرسته؟
من یه جا نشستم، یه دانش اومد گفتش که در مورد مهر سوال داشت. من پاسخ دادم، گفتم شیعه مهر میذاره به خاطر اینکه از منو به برادران اهل سنتم گفتم. گفتم اون مسجدی که پیامبر نماز بخونده، ما اینو داریم که یا خاک بود زیرش یا چی؟ یا حصیر بود. ما هر دو تاشون سجده کردن مانع نداریم اونجا سجده بکنیم. اما قطعا فرش نبود. خب ما به خاطر این بر خاک سجده بکنیم. افر اصلا دلیل چی داره؟ من خب میگیم آقا این سر همونجا که انسان بهش مینازه من به خاک میمالم. اصلا شیعه ها میگن که چی دوتا مهر بذارید، یکی هم برای چی؟ برای بینیتون، یعنی بینی من به خاک میمالم. آقا یکی بخواد به مهر سجده کنه، یعنی مهر رو پرستش کنه، شما یکی دوستش داشته میشه دماغتون میمالید بهش؟ آقا کیه همچین چیز؟ آقا این مزخرفه چی چیه؟ دیدم ایشون هرچی من میگم متوجه نمیشه. از یکی از علمای داستان شبینی شنیده بودم، مهر تو کیفم برداشتم، گفتم مهر رو میبینی؟ گفتم دا نگاه کن، گوشم رو زمین پا گوشم میشه کوب کوب کوبیدم، له له برداشت کردم، نمیشکستم، محکم بود. گفتم بیا خاک این پا جاش زیر پای تو، ما به این سجده میکنیم برای خدا، لله. شما بیاید برید زیارتنامه ائمه رو بخونید، زیارت امیرالمومنین وقتی تمام میشه دو رکعت نماز میخونه، بعدش باید این دعا رو بخونی: خدایا این دو رکعت نماز رو من فقط برای تو میخوانم، لا اله الا انت، خدایی جز تو خدای یگانه وجود ندارد، همینجوری، نه برای کس دیگری، و این دو رکعت رو تقدیم میکنم، هدیه میکنم به امیرالمومنین. نماز امام زمان شاید توحیدی ترین نمازی باشه که رو کره زمین وجود داره. چرا؟ چون ایاک نعبد و ایاک نستعین شما تکرار داره، صد بار ذکر رکوع و سجود شما تکرار داره، هفت مرتبه هر کدوم. تا نماز تمام میشه میگه یک مرتبه بگید لا اله الا الله، بعد به سجده برید، همش ذکره. کجا آخه همچین اینقدر لیول چرک و اینا مشرکن این وهابی ها؟ بگن آقا من این سوال برش از شما میپرسم، وقتی حمله شد به قبرستان بقیع، این وهابی تمام قبرها رو خراب کردن، از جمله قبر خلیفه سوم عثمان رو. شیعه برای عثمان قبر درست کرده بوده؟ خب نه. از برای چی مقبره داشته؟ برای اینکه عقیده اهل سنت. آقا لمس حرامه، این مزخرفات چیه؟ شما یه نفر دوست داری لمس نکن رو شرکه، نبوسیش. آقا خب این حرف احمقانه. حضرت یعقوب تا نگاه کن تا پیرهن یوسف رو به چشش نمالید چشش خوب نشد. آیه قرآن، قرآن قبول دارید؟ آیه قرآن. پر اینا چارت آیه معلوم، مشکلم سر مهره بذار یا نذار، مشکلم سر این دستا رو بگیر و بنداز. خب مالکی ها که یک چهارم اهل سنت هستن چی هم؟ یک چهارم ما به چهار دسته بودن نه درصدی، که شمال آفریقان عمدتن. این دستاشون مثل شیعه ها میندازن موقع نماز خوندن. نگاه آن فقیه مالک ابن انس این بوده که باید دستا رو انداخت. چرا؟ چون پیامبر دستاشون مینداخته نماز میخونده. دیگه برادران اهل سنت هم میگن نه، ما دستامون رو میگیریم، چون این سنتی که پیامبر خلیفه دوم گذاشت سنت خوبیه، و اینم نشونه اینه که ما دست بسته ایم جلوی خدا. وقتی اسرای ایرانی رو بردن پیش خلیفه دوم دستاشون بسته بودن، ایشون وقتی نگاه کرد گفت چقدر خوبه که ما جلوی خدا دست بسته باشیم. مثلا مالک ابن انس خوش فقیهه، از اهل سنت هم هست، میگه چی؟ میگه من فعل پیامبر بر من ارجحیت داره تا فعل خلیفه دوم. او دستشون میره، شیعه هم دستشون میندازه. آ مشکل ما اینه، به خدا قسم ده مشکل سر اونجاست که اصلی ترین دشمن داره قهقهه مستانه میزنه، ما درگیر خودمونیم. خدا وکیلی تو عربستان چه خبره؟ تو یمن چه خبره؟ تو بحرین چه خبره؟ تو افغانستان چه خبره؟ تو سوریه چه خبره؟ تو عراق چه خبره؟ مسلمان دارد مسلمان میکشد، مسلمان دارد مسلمان میکشد. ببین توی بازی دو سر باخت برامون طراحی کردن، اینو بگم عرضم تمام، بازی دو سر باخت، دفاع کنی نگاه کن دارن میکشن، نکشی ضرر کردی، بکشی همچی ضرر کردی. باید بین بد و بدتر کدوم انتخاب کنی؟ بدو. بعد من حرفم به برادران اهل سنتمون اینه، ببین اگر چهار نفر از تو شیعه های بخش شما به اسم شیعه ها دیدید یه فیلم موبایلیه توی جلسه مدعیه یه جای چهار تا فوش دارن میدن، اونا به ما ربطی ندارن، چون مراجع ما گفتن این کار نکنید. در عوض کشتاری هم که اینا دارن میکنن، یک نفر تو ایران وقتی این ریگ بمب منفجر کرد ریختن سنی ها رو بزنن بکشن، خب غالب جمعیت هم شیعه.
یک نفر حتی به ذهن شما چه کاری گفتن؟ نه گفتن اونای مش دیوانه به برادران اهل سنت اون ربطی ندام. تو دانشگاه خدا هم که رسول سنی داشتیم کنار اون میشست دانشگاه کمک درسی به هم میکنیم با هم میرفتیم میومدیم سینما میرفتیم بیرون میرفتیم تفریح میرفتیم با هم بحث هم میکردیم بعض ما بحث همون 6-7 ساعت طول میکشیم 6-7 ساعت بعض موقع میشستیم بحث میکردیم. خب نگه مجادله منطقی و عقلانی میشستیم بحث میکردیم بعد با هم میشستیم غذا میخوردیم سجده سفره. عقلانیت بحث علمی جدا، این مباحث جدا. داستان سوریه رو اینها میبرن به سمت تجزیه شدن منطقه، به سمت اینکه مسیحی ها یک کشور داشته باشن، علوی ها یک کشور داشته باشن، شیعه ها یک کشور داشته باشن، سنی ها یک کشور داشته باشن، کرد ها یک کشور داشته باشن. فلزا توجیه میشه که یهودی ها هم یک کشور داشته باشن. درست شد؟ اینکه الان بحث کشور فلسطینی تو همین اسنا قدرت گرفته فکر کرد برای چیه؟ اینکه امریکا داره نبرد نیابتی انجام میده. امریکا مجبور منطقه رو خالی کنه. مشکلات اقتصادی داره، چین داره برای شاخ میشه، بعد بره پایگاه نظامیش دور چین بچینه. رفته با میانمار صحبت کرده، میانماری گفتن ببین بیا پایگاه نظامیت اینجا تقویت کن به شرط اینکه اجازه بدیم یه خود مسلمان بکشیم. اون مسلمانی که تو میانمار کشته میشدن سنی بودن. صدا این گور به گور شده چرا در نیامد؟ چرا اینا جهاد نکا نفرستادن اونور؟ چرا نه آدم نفرستادن اونور؟ میگن بودایی ها دارن اینا که واقعا کافرن. چرا اونور نفرستادن؟ به آمریکا گفتش که هیلاری کلینتون رفت اونجا این پادشاه میانمار گفت چه شاتای خورده به من، ما یه تسبیح حساب داخلی داریم. فیلماشو دیدی چه جوری آدم کشتن؟ همین نستیوی فیلم گذاشته بود توی سایتش، اصلا باور نکردن آدمو زنده زنده انداختن تو آتش. با چوب می‌زدن تو سرش، این بیهوش شده بود، گیج بود، آتیشو نگاه می‌کردم و قدرت تکون خوردن نداشت. واقعا من بعید می‌دونم آدم بتونه تا ته اون فیلمو نگاه کنه. کلیپ 4-5 دقیقه بیشتر نیست. چرا اونجا صدا دادن؟ آقا آمریکا باید خالی بکنه، داره خالی می‌کنه، میگه بدم به کی؟ اسرائیل قد و قواره‌شو نداره. من صلیبی دارم میرم. جایگزین کیه فقط؟ تو مثلث؟ سلفی. جایگزین سلفی. حالا اینا حالیشون نیست، حالیشون نیست. 300 تا 400 تا از اروپا به بهانه توریست دارن میان ترکیه و دیگه بر نمیگردن. اینا دارن میان اونجا میجنگن و با این تفکرات احمقانه روز به روز آشناتر میشن. اینا بر میگردن اروپا. حالا تو میپرسی بر میگردن اروپا؟ اون موقع داریم که هر اون موقعی رو میبینم که هر گوشه اروپا داره همجا میترکه. اینا همش خول و چهل، اینا ولشون کنی همجا آتیش میزنن یعجوج و ماجوج. اینا داستان اینجوریه، تجزیه بشین کشورها شکل بگیرن و اسرائیل توجیه پیدا بکنه، اونم برای خودش کشور بشه، عقلا بپذیری. آتو سنی میتونه کشور داشته باشه من یهودی نداشته باشم، تو سلفی میتونه کشور داشته باشه من یهودی نداشته باشم، تو کرد نژادن میتونه کشور داشته باشی من یهودی نژادن، تنها جایی که دین و نژادی که تو یهودیت من یهودی نداشته باشم، توجیه میشه این اتفاق. و البته من عرض کردم هر کس بخواد تطبیق بده این مسئله رو با آخر الزمان نشانه های آخر قطعیه، قطعا تطبیق بده، اشتباه محضه. اما آنچه دیده میشه بیرامنی، یعنی نمیتونیم 100% نفیش هم بکنیم، نه 100% تایید میکنیم، 100% نفیش هم نمیتونم کرد. سرتون درد آوردم، وقتم گذشت. من باز تسلیت عرض میکنم و تبریک میگم به خانواده این شهید بزرگوار، برادر بزرگوارشون، اینکه اینها بار خودشون رو بستن در صراط مستقیم هستن. صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط چهار دسته: نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. اینا تو طبقه صالحین و شهدا جای دارن. و کتب نام اشرف ما میخوایم که ما رو قاطی شهدا قرار بده، اما لیاقت میخواد. و این اتفاقا داره نشون میده که این دره هنوز بستنیه، هنوز بازه، هنوز رایحه و عطرش بده. توی عراق که با اتوبوس میرفتیم تو جاده همینطور بنر زده بودن شهدایی که توی سوریه شهید شده بودن، کشته شده بودن، عکساشون رو زده بودن. گفتم اینا شهید بمب‌گذاری، در واقع مسئول امنیتی که تو اتوبوس نشسته بود گفت نه، اینا شهدای سوریه هستن. و این نشون میده که هنوز این عطر شهادت میاد. سرتون درد آوردم، اسخام، امیدوارم که عرایزم مفید بوده باشه. اون دنیا من با حق الناس ما برخورد نکرده باشید این ساعتی رو، این دقایقی که در خدمتتون بودم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان، نابودی دشمنان همه مسلمان ها در هر جا که هستن، صلواتی ند بفرمایید.